دو تا کتاب تا کنون نوشتم، کتاب نخست ادبیات فرهنگ و جامعه از منظر روانشناسی که در سال 2008 انتشار یافته و روانکاوی بوفکور 2009 این کتاب منتشر شده. همینطور تعدادی مقالات در مجلات داخل و خارج از ایران به چاپ رسندند. در حال حاضر در دو مرکز رواندرمانی در شهر بروکسل کار میکنند. در زمینه روانشناسی فرهنگی دوره های آموزشی هم برقرار میکنند. من اضافه باید بگم که در زمینه های مدیه ایشون در شهره شناخته شده در رسانه های عمومی بین المللی هستند و طبیعتاً به مخاطبین این فارسی زبان و دری زبان. بسیار بسیار خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. خواهش میکنم که بفرمایید. بیشتر از 30 دقیقه امکان نداره شما. الان 12:30. با سلام به شما دوستان عزیز و تشکر از لطف های روان دوست. من به تبعیت از ایشون، شاید اینجوری به وقتم آخر سر اضافه کنم، همین کار ایشون میکنم. یعنی در ابتدا لب مطلبی رو که میخوام امروز باهاتون صحبت بکنم و بهتون میگم، اگر آخر وقت نشد در ابتدا به هر حال حرف رو زده باشم. موضوعی که من میخوام صحبت بکنم، خیلی صریح و روشن بخوام بگم، اینه که یک نوع خشونت در جامعه ما وجود داره که خشونت همونجور که ناهید به یه بودش اشاره کرد پنهانه و این پنهان بودنش تو بحث من اینو میخوام نشون بدم به خاطر نظام و همیاری فرهنگ ایرانیه که ما توش زندگی میکنیم. یعنی اگر ما با این نوع از خشونت به طور رو در رو روبرون نمیشیم، به خاطر اینکه خشونت در حقیقت فرهنگ ما در حقیقت به نوعی ما رو از دیدن اون خشونت باز میداره. در حقیقت بدین ترتیب فرهنگ ایرانی از نظر من نوعی از خشونت رو در جامعه ما نهادینه کرده و از اونجایی که فرهنگ ایرانی چیزیه که ما همه با هم اونو تقسیم میکنیم، به طور ناخودآگاه همه در اعمالش شریک. یعنی این نهادینه شدن خشونت در فرهنگ ایرانی باعث میشه که به طور اتوماتیک به خاطر اینی که پنهانه به نوعهای مختلف بستگی داره در چه رولی بازی میکنیم. من میتونم خشونت رو به نوعی در رول مرد اعمالش بکنم، اما در رول آدمی که عقاید سیاسی داره خودم قربانی اون خشونت تو اون جامعه باشم. اون کسی که به من خشونت میکنه خشونت سیاسی رو با دین توجیه میکنه، اما خودش امکان داره. یعنی یک جامعه ما زندگی میکنیم که همه ما همزمان قربانی و جلادیم. اصلا به این صورت نیست که ما دو طایفه داشته باشیم تو در جامعهمون، یک بخش فقط قربانی باشه. بسته به اینه که ما چه نقشی رو داریم بازی میکنیم. و اون چیزی که باعث شده این خشونت در جامعه ما بمونه اینه که به نوعی ما سهمی درش داریم. یعنی قدرت از طریق فرهنگ در روابط بین انسانها طوری تقسیم میشه که من منافعی دارم برای حفظ اون نظام فرهنگی. وقتی میگم تو فرهنگ ماست، من اصلا نظرم با تولیدات فرهنگی نیست. اصلا هدفم نیست که بگم رسومات ما بده. اصلا هدفم نیست که بگم دینهای مختلفی که تو جامعه ما وجود دارن اینها بده. نه، من به ساختار فرهنگ ما، ساختاری که یک نظام داده به نگاه ما به دنیای اطرافمون نظر دارم. این نظام رو میشه تغییر داد بدون اینکه ما لازم باشه حتما دینمون رو تغییر بدیم، بدون اینکه لازم باشه مناسک و خیلی چیزهای دیگر رو تغییر بده. همونجور که میبینیم تو اروپا دموکراتیک شدن بدون اینی که هیچ اجباری وجود داشت که به کل یک گسست ایجاد بکنن با تولیدات فرهنگی که پیش از خودشون وجود داشت. خب این نظریه یه نظریه است میان نظریات متفاوت. مثلا آقای رامین جهانبیلو اگه بحثاشون رو دنبال کرده باشین، ایشون درست نظر خلاف منو داره. معتقده نه تنها فرهنگ ایرانی
خشونت رو تقویت نمی‌کنه، بلکه در طول تاریخش خیلی جهان نشون داده که این قابلیت رو داشته و نشون میده که میتونه باهاش مقابله بکنه. یک بخش دیگه از مخالفین صحبت‌های ما کسایی هستند که از زاویه نسبیت فرهنگی برخورد میکنن. میگن وقتی شما یه همچین حرفی میزنین، یعنی یه تفاوتی میزنین بین فرهنگ‌های مختلف، به نوع فرهنگ ایرانی رو متهم میکنین. ولی من فکر میکنم ما با یه سری مسائل، دید انتقادی داشتن به نظر من رابطه بد داشتن نیست. گاهی اوقات کسی که منتقده شاید خیلی بیشتر دوست داره اون جامعهش و فرهنگش رو تا کسی که به قول معروف فقط خوبی هاشو میگه. حالا اگه بریم سر بحث اصلی، من میخوام فقط تو وقتی که دارم در حقیقت این ساختار رو نشون بدم، این ساختار در درون فرهنگ ما که خشونت رو به نوعی نهادینه کرده و در ضمن نهادینه کردنش پنهانش کرده. چون به قول انگلیسی ها یه مسئله خیلی جالبی داره، البته خب انگلیسی ها از اونجایی که همیشه آدم هایی بودن که در دنیا به گشت و گذار مشغول بودن، فوق العاده آدم های بازی هستن. انگلیسی ها میگن که کسی که تنها انگلستان رو میشناسه از انگلستان هیچی نمیدونه. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که شما فقط در کادر فرهنگ خودتون بزرگ شدین و هیچ جا ندیدین که آدم های دیگه جاهای دیگه میتونن یه سری کارها رو طور دیگه انجام بدن، هیچ وقت متوجه حتی اون کاری که خودتون میکنین نمیشین. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنین که اگه شما مثلا تعارف میکنین احتمالا تمام دنیا تعارف میکنن. اگه مفهومی مثل غیرت وجود داره احتمالاً تو تمام دنیا مفهومی به اسم غیرت وجود داره. برخورد با فرهنگ‌های دیگه است که ما رو با اون فرهنگ آشنا می‌کنه. ولی بیشتر از اینی که منی که اومدم بلژیک، شاید بیشتر از اینی که در مورد بلژیکی‌ها یاد بگیرم، در مورد خودم به عنوان انسان ایرانی یاد گرفتم. تو این تقابلی که با یه فرهنگی که مسائل رو به نوع دیگه‌ای سازمان می‌داد. از یکی بزرگتر. خب یعنی یک مجموعه ایه که از تفاوت بین آدم ها مستقیما میرسه به نابرابری. اما نمیگه هر تفاوتی، توی مثلا بین یک و دو خیلی تفاوت ها وجود داره، نامشون متفاوته، وقتی یک و دو رو می نویسیم شکلشون متفاوته، اما یک تفاوته که اینا رو تو رابطه نابرابر قرار میده، اونم تفاوت مقداری و کمیه. اینی که این اسمش یکه باعث نمیشه که کوچکتر باشه از دو، ولی این مقدار کمیه یکه. یعنی همه تفاوت ها مهم نیست، این مجموعه یک تفاوت رو به عنوان تفاوت پایه انتخاب کرده. بقیه تفاوت ها رو من اسمشو گذاشتم تفاوت های پیرو، اونایی که توی روابط بین اعضای این مجموعه نقشی ندارن. خب اما تفاوت پایه کارش چیه؟ کارش اینه که رابطه، در درجه اول رابطه بین اعضای مجموعه رو مشخص میکنه، این رابطه بین یک و دو و سه و عددهای دیگر رو تعیین میکنه. حالا اگه یه مجموعه دیگه در نظر بگیریم، مجموعه واژهای زبان فارسی. تو مجموعه واژهای زبان فارسی هم مثلا الف ب پ ت س، تمام واژهایی که زبان فارسی داره، در ضمن اینی که شرط تفاوت وجود داره، یعنی چی شرط تفاوت وجود داره؟ یعنی همه اعضا باید از هم دیگه متفاوت باشن، دو تا واژی که از همه نظر به هم شبیه باشن یه واژه در حقیقت، ولی تفاوت توی این واژها به معنی نابرابری نیست. شما وقتی در مورد واژهای زبان فارسی حرف میزنی، الف و ب، من اگه به شما بگم رابطه این دوتا برابر یا نابرابر، اصلا همچین معنی نداره. یعنی در این مجموعه تفاوت تولید کننده رابطه نابرابر نیست. حالا توی زندگی انسان‌ها که به مراتب پیچیده‌تره، میخوام یه مثالی از هر این دو نمونه بهتون ارائه بدم. نمونه اولش ارتش. در ارتش تفاوت پایه چیه که باعث میشه رابطه نابرابر باشه؟ درجه است. یعنی اینو انتخاب کردن. شما هر تفاوتی، زن باشی، مرد باشی، کرد باشی، فارس باشی، بهایی باشی، مسلمون باشی، به محض اینی که وارد مجموعه ارتش میشی، اینها میشه همه تفاوت‌های پیرو. یعنی توی رابطه‌ای که شما با هم دیگه دارین تعیین کننده نیست. تنها تفاوت پایه چیه در حقیقت؟ درجه افراده که این تکلیف شما رو به طور آنی روشن میکنه. وقتی درجه پایین‌تره،
در مرحله پایین‌تر قرار داره، وقتی بالاتر در مرحله بالاتر. حالا مثال اگر از نمونه دوم بزنم، مثال در حقیقت اعلامیه حقوق بشر و شهروند که بعد از انقلاب فرانسه در حقیقت وضع شد، اولین دو بند اول این اعلامیه رو میخونیم، میبینیم دقیقاً در مجموعه رو، مجموعه انسانی رو بر اساس مدل دوم تعریف میکنه. چی میگه؟ این دو بند اول میگه تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت. ولی تو بند دوم که خیلی مهمه، تمامی عواملی که تو فرهنگ‌های مختلف در گذشته تفاوت‌های پایه بودن، یعنی بر اساسش رابطه نابرابر بین انسان‌ها رو برقرار می‌کردن، همه اینها رو نام می‌بره و در آخرش میگه با این حال اینها با هم چی هن؟ برابرن. این یک انقلاب فکری، حالا نه اینکه فرانسوی ها خیلی سریع مشکل رو حل کردن، هنوز تو خیلی از زمینه ها این نابرابری وجود داره، ولی منطق نظام زندگی خودشون رو تغییر داده. این منطقه که برای من مهمه. میگم من باز با ظواهر و تولیدات فرهنگیمون هیچ مشکل ندارم، اما نظام فرهنگی جامعه ایرانی با منطق اولی که من مثال زدم، یعنی تفاوت به طور اتوماتیک، تفاوت پایه ایجاد نابرابری میکنه تو ذهن ما. من مثلا کتاب زن در اسلام آقای مطهری رو میخوندم، برای ایشون تو استدلالش تنها کافی اثبات بکنه که زن از مرد متفاوته. به محض اینه که اینو اثبات میکنه، میگه بس با هم برابر نیست. چهار تفاوت پایه بنیادی در فرهنگ ایرانی که انسانها رو به گروه‌های مختلف تقسیم میکنه و اینها رو در رابطه در حقیقت نابرابر قرار میده، این چهارتاییه که من اینجا نوشتم. تفاوت جنسیه، یعنی به محض زن بودن یا مرد بودن تو رابطه قدرت تکلیف روشن میشه. تفاوت سنیه، یعنی رابطه بین بچه‌ها و والدینش، بین بچه و بالغ در حقیقت، تمامی اختیاراتی که ما به بالغ میدیم در مقابل کودکان به این مسئله برمیگرد. تفاوت اعتقادی دینیه، یعنی به محض اینی که شما، خیلی طبیعیه، شما وقتی آقای سروش در مورد دموکراسی صحبت میکنه، میگه که خب شما رأی بگیرین اکثریت یه جامعه مسلمونه، به صرف داشتن اکثریت فکر میکنه که این حق وجود داره که قوانین و این مسلمون ها در حقیقت تبعیض آمیز رو به بقیه جامعه چیکار بکنه، تحمیل بکنه. یعنی اینی که یه بهایی نمیتونه تو جامعه ما هیچ وقت رئیس جمهور بشه، با این استدلال اینجوری توجیه میشه که اکثریت ما. چرا؟ برای که تو ذهن ما همچنان تفاوت دینی یک تفاوت پای است. ما ایرانی ها که خارج از کشوریم با دین هم میونه خوبی نداریم، به خودمون میگیم ایرانی، اما وقتی در مورد اونا صحبت میکنیم میگیم یهودی، ارمنی و بهایی. خود این نشون میده انگار اونا رو ایرانی نمیبینیم. اگر به اون میگی بهایی، به اون میگی یهودی، به اون میگی ارمنی، باید به خود بگی مسلمون. اگه به خودت نمیگی مسلمون، میگی ایرانی، به اونم باید بگی ایرانی. از در ابتدا باید از اشتراک شروع بکنی، بعد میتونی بگی که ما همه ایرانی. یعنی این حس تو ما هست و خیلی راحت وقتی میگم درونی شده تو ما، وقتی در مورد بهایی ها صحبت میکنیم، وقتی در مورد یهودی ها صحبت میکنیم، انگار همیشه یه پاشون اون بره مرزه. ولی ماها به خاطر اینکه شیعه بودیم، مسلمون بودیم، این حق رو داریم که ما ایرانیه به قول معروف، در حالی که خود اینم جای بحثه که ما ایرانیه اصیل تا چه حد دینمون مربوط به سرزمینی بوده که توش زندگی میکرد. و تفاوت قومی، یعنی که کرد بودن، بلوچ بودن باعث یک تفاوتهایی بوده که تو این تفاوتهای پایه که باعث تبعیض بودی. توی این نظام، توی این نظام فرهنگی، هر تفاوت مهمی که به رسمیت شناخته بشه، رابطه بین افراد رو به شکل نابرابر تعریف میکنه. و گفتم توی این نابرابری از پیش اون کسی که برتره روشنه و اونو تکلیفش رو فرهنگ روشن کرده. زن و مرد اگه بر اساس یه تفاوت پایه در مقابل هم قرار میگیرن، تکلیف از ابتدا روشنه که مرد حاکمه. مسلمون وقتی در مقابل یه بهایی قرار میگیره، از همون ابتدا تکلیفش روشنه که مسلمون برتره.
مسئله سرم گفتم و این نکته که شما وقتی جامعه رو به گروه های مختلف تقسیم میکنین، ارتباط بین اونها رو کاهش میدین و شدیداً اون ارتباطی هم که وجود داره تبدیل میشه به یه ارتباط از پیش تعیین شده. وقتی زن و مرد ما در مقابل هم قرار میگیرن، خیلی کوتا رو باید بیشتر رعایت بکنن تا وقتی که دو تا زن ما در مقابل هم هستن. من یه مرد ایرانی رو خیلی راحت لمسش میکنم، حرف میزنم، تو چشاش نگاه میکنم، ولی وقتی در مقابل یه زن ایرانی تو فضای عمومی قرار میگیرم، این کتا یه هم میاد. این کتا کارش چیه؟ این کتا در حقیقت پیرو این فرهنگ سلسله مراتبیه، یعنی نظارت گروه بر رابطه ما دوتا. توانایی منو در داشتن ابتکار کاهش میده. من وقتی با یه یهودی رابطه پیدا بکنم، این کتاست که باعث میشه ابتکار من کاملا تو رابطه با اون آدم کاهش به خیلی راحت تر میتونم خلاف بکنم. رابطه زن و مرد تو جامعه ما خیلی راحت تر میشه خلاف کرد، همش باید مواظب باشی. رابطه بین مسلمون با یه مثلا مسیحی خیلی راحت تر میشه خلاف کرد تا رابطه خود اینی که راحت تر میشه خلاف کرد، منو مجبور میکنه که خیلی بیشتر حواسم به کتها باشم و رابطه رو کمتر فردیش بکنم. بمونیم تو همون فضای عمومی، هر کی تو خونه خودش و هر کی تو گروه اجتماعی خودش. دومی مسئله مهم فرهنگ سلسله مراتبی، ارتباط در رابطه نابرابر به حداقل کاهش پیدا میکنه، همین چیزی که الان گفتم. و تو رابطه‌ای که اینجوری تشکیل میشه، دیالوگ، گفتگو و مشارکت به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی ما بین جامعه همون طوری پیش رفته که اصلا از ابتدا زن و مرد اون نباید زیاد با هم گفتگو دیالوگ داشته باشن. نظام فرهنگیش اینو ایجاد میکنه. مسلمان بهایی نباید زیاد با هم گفتگو و مشارکت و چون تو رابطه نابرابر اصلا گفتگوی وجود نداره. شما وقتی از ابتدا رابطه منو با یکی نابرابر تعیین میکنیم، امکان در حقیقت گفتگوی سالمو از همون ابتدا از میان برداشتیم. در نهایت عدم شناخت متقابلا موجب بروز خشونت میشه. همینی که ما همدیگه رو نمیشناسیم، من یک زن رو خوب نمیشناسم برای اینکه باشی وقت رابطه نداشتم یا فقط تابع کد بودم، یه زن یه مرد خوب نمیشناسه، وقتی ما رو میذارن در کنار هم و میگن یه اون بار با هم زندگی بکنیم، خیلی شانس بیشتری داره که این عدم شناسایی امکان بروز خشونت رو چیکار بکنه؟ افزایش بده. خب این خصوص دو مقایسه فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ برابر طلبه. من همینجوری مینویسم، در موردش صحبت نمیکنم، اینکه میخوام به اصل قضیه برسم تموم نشه. اینا تفاوتایی که این دو نوع فرهنگ با هم دارن. تجربه درونی فرد هم همزمان خیلی مهمه. اینی که آیا خود من اینو به عنوان خشونت به رسمیت میشناسم یا نه، صحبتایی که ناهید میکرد، خود من آیا اون اتفاقی که برام میفته چگونه تجربهش میکنم، در چه یه بخش درونی داره و یه بخش بیرونی. خشونتی وجود داره که فرهنگ پذیره و اینه که من میخوام الان صحبت بکنم، رابطش با فرهنگ. این هم انواع مختلف خوشبختانه خیلی خوب این توضیح داد، من ازش رد میشم. اینجا دیگه مهمه، ویژگی مهمترین کاری که فرهنگ ما کرده برای اینکه بتونه خشونت رو تبدیل به ابزار بکنه و از اون تو تنظیم رابطه میان افراد استفاده بکنه، اینه که به خشونت جامعه ما معنا آفرینه. یعنی خصوصیت معنا آفرینی خشونت به چه معنا؟ به اینکه من اگه بخوام نسبت به من به عنوان مرد، خب توی تفاوت پایه قرار بگیرم با یه زن، مثلا فرض کنید همسرم، یک معنا به من اجازه میده که من از خشونت به عنوان یک ابزار برای اداره رابطه‌ام با اون استفاده کنم. اسمش چیه تو فرهنگ ما؟ غیرت. اسمش چیه تو فرهنگ ما؟ ناموس. ناموس و غیرت در حقیقت این امکانو به من میده، همون خشونت پنهانه در حقیقت. و مسئله غیرت و ناموس فقط مسئله فرهنگی نیست. منو به عنوان پسر طوری بار میارن که من هویت مردانه خودمو بر اساس غیرت و ناموس می سازم.
اینو هیچکی به نظر من بهتر از صادق هدایت تو گفتگو نشون نداره. یعنی هدایت در ارتباط با شکلگیری هویت مردانه و رابطش با زن، اینه که یه زن میتونه نابودش بکنه، مخصوصا اگه لحکاته باشه. این احساس شکنندگی و آسیب پذیری که از ابتدا در مرد ایرانی در رابطه نداره، حتی قبل از رابطه با زن، در رابطه با طریقه که خودش به عنوان مرد تعریف میکنه، خب؟ یعنی مردی که ناموس نداشته باشه فقط سرشکستگی نیست، مردانگیش در نظر خودش، هویت درونیش. حالا خود این یه بحث خیلی مفصلی که اینجا جاش نیست معلوم بکنم، خود اینی که اون موقع این فرهنگ تو رابطه زن و مرد و تو تربیت چگونه یه بخشش درونی میشه، چگونه اینا میتونه با هویت ما پیوند ایجاد کنه و ما رو به طور اتوماتیک، یعنی اینی که من خشونت میکنم به یه زن فقط برای نیست که به اون زور بگم، به خاطر حفظ هویت خودم هم هست. من اگه یه روز بخوام بذارم کنار این اخلاقو، فقط خودم رو تو روابط اجتماعی نباید تغییر بدم، باید بتونم تو نگاهی که در درجه اول به خودم به عنوان مرد دارم بتونم. چند تا نمونه زدم، خب این معنا آفرینی به چه شکله تو سیاست؟ در حقیقت جهاد و شهادت، خب واردش نمیشم. خب در حقیقت دوتا مفهوم خیلی مهمیه که در پهنه سیاست با تولید معنا نوعی مشروعیت سیاسی ایجاد کرده. این مخصوصا بعد از انقلاب، تو دوره انقلابی ما اینو خیلی قشنگ میبینیم، ریشه‌هاش هم قبل از انقلاب تو دهه 50 وجود داشت. دوره آقای احمدی نژاد چه چیزی خشونت خیابانی رو برای توجیه میکنه؟ امنیت و عدالت، نشست جای جهاد و شهادت، آدم‌ها رو در خیابان دار میزنن به نام حفظ امنیت. اینی که اون آدمی که میاد اونجا وامیسته، به محض اینی که بالا کشیدن یه نفر رو بردار با احساس امنیت درونیش تو جامعه گره بزنه، وارد این داستان میشه. یعنی چی؟ یعنی وارد پروسه پذیرش به کارگیری خشونت و مشروعیت دادن به خشونت دولتی میشه، بعد اون خشونت اون دولت جای دیگه استفاده میکنه ازش. ولی اون کسی که وارد این پروسه شده دیگه اون خشونت پنهان رو نمیبینه. حالا بهره برداری از فرهنگ برای دستیابی به اهداف سیاسی، این یه نمونشه. اهداف سیاسی وقتی با دین در حقیقت ترکیب شد تو جامعه ما، با بخشی از فرهنگ ترکیب شد، به نوعی روحانیگردانی سیاست انجامی، یعنی سیاست رو به امری الهی تبدیلش کرد و این بود که بهش مشروعیت میداد. این ایدئولوژی سازی قبل از انقلاب توسط چپ هم انجام شد که من این دو تا پروسه رو یه جور میبینم که این پایین نوشتم. چپ از اونجایی که نمیتونست از امور سنتی استفاده بکنه مثل دین، رفت سراغ یه بخش دیگه از فرهنگ. اون بخش دیگه چی بود؟ هنر بود. یعنی اگر نیروهای افراطی قبل از انقلاب اسلامگرا به روحانیگردانی سیاست پرداختن برای اینکه بتونن خشونت مشروع بسازن و تو رابطه سیاسیشون با دیگران ازش به عنوان وسیله استفاده بکنن، نیروهای حالا چپ میگم، من بخشای افراطیشو میگم، قبل از انقلاب با ترکیب هنر و هدف سیاسی به نوعی به زیباگردانی سیاست پرداختن. یعنی که شما یه رمان بخونید که تو میشه یه نفر فضاکاری کنه یا یکی میتونه که دیگر رو بکشه، باز دوباره یک تولید چیه؟ یک نوع مشروعیت به کارگیری خشونت در روابط چیه؟ در روابط اجتماعی. که این هم یه مثال خیلی سریعه که ما فرهنگ سیاسیمون پیش از انقلاب و همچنان تا چه حد به فرهنگ سلسله مراتبیمون نزدیک، یعنی روابط هرمیه، مسئله کیشه شخصیته. قبل تو دوران انقلاب الان خیلی تغییرات مثبت هست، همینی که حقوق، همین که زندگی شخصی مهم نبود، همین که خیلی راحت بود. ما بین خودمون وقتی صحبت میکردیم میگفتیم که آدم باید این علاقه خودخواهانه رو بذاریم کنار، زندگی خصوصیمون باید در بس در خدمته. یعنی کوچیک کردن فضای خصوصی همیشه به نفع قدرت چی بوده؟ سیاسی. من پنج دقیقه دیگه دارم که سعی میکنم، چون خودم هم به شما گفته بودم جوهر نمیکنم بیشترش رو برم.
این باعث شد که در حقیقت فرهنگ سیاسی ما اگه خواهیم در مورد سیاست صحبت بکنیم ترکیبی شد از فرهنگی که اسم می‌داشتیم فرهنگ انقلابی، از ترکیبی از فرهنگ اطاعت و فرهنگ نفرت. فرهنگ اطاعت کاملا فرهنگ یک جامعه سلسله مراتبیه، یعنی شما یه آدمایی داره هر اسمی می‌خواید روش بذارید، می‌تونید بذارید ولی فقیه، می‌تونید بذارید کمیته مرکزی، که اونها این حق رو دارن که به جای شما چیکار بکنن، تصمیم بگیرن. همزمان یک خشونتش تو فرهنگ نفرت بود. یعنی چی؟ یعنی دشمن مقابلت باید نابودش کرد. هر گونه مصالحه به معنای چی بود؟ من همچنان هم کلمه لیبرال، مثلا ما تو جامعه خودمون هیچ وقت جریان سیاسی لیبرال نداشتیم، راست داشتیم، چپ داشتیم، ولی اون ضدیتی که با لیبرالیسم وجود داشت در حقیقت تو این فرهنگ خودش نشون داد. نوع مسئله دوم تربیت کودکان. چجوری ما از خشونت رو بهش معنا میدیم؟ اونی که بکارگیری خشونت رو حالا دو تا درگوشی زدن رو رفت میدیم به چی؟ رفتش میدیم به ادب کردن بچه. اصلا خود کلمه ادب کردن تو زبان فارسی تکلیفش خیلی روشن نیست. میتونه هم این باشه که شما تنبیهش کردیم دیگه نمیتونی فلان کار رو بکنیم، میتونه این هم باشه که توش زده باشی توی مثلا گوشش. یعنی از ابتدا وقتی با تنبیه بدنی به عنوان روش تربیت به کار میره، آدم باید متوجه باشه که داره به خشونت معنا میده. به محض اینکه شما به خشونت معنا بدین، توی روابط خودتون دارین نهادینش میکنه و به مرور پنهانش میکنه. و این نتیجه این تربیت چی میشه؟ تربیتی که بر اساس بکارگیری خشونت باشه، بر اساس یک نوع فرمانبرداری خودخواسته است. یعنی ما از بچه‌هامون می‌خوایم در حقیقت وقتی شما از خشونت به جای مذاکره، به جای بحث و جدل استفاده بکنید، می‌خوایم به نوعی فرمانبرداری که درونی بکنه تو خودش. یعنی خودش باشه که نشون بده همزمان که خیلی هم دوست داره. چون اینجوری بچه خوبی خواهد بود، اینجوری بچه مؤدبیه، اذیت نمی‌کنه خانواده‌اش. رابطه بین زن و مرد، اینا رو هم گفتم، طوری چجوری معنا میده؟ شرافت در حقیقت، مسئله شرافت فردی که خودشو تو ناموس و غیرت نشون میده، روشیه که برای اینکه مرد بتونه پنهان بکنه از بکارگیری خشونت برای تنظیم رابطش با زن. توی شرافت خانوادگی آبرو این کار رو میکنه، یعنی یه خانواده این حق داره که بچه‌ش که موجبه بی آبرویش میشه کنترل بکنه، تحت فشار بذاره، حتی گاهی موقعا برسه به اونجایی که قشنگ ناموسی دیگه حالت خیلی شدیدش. این واحدهای معنایی همشون دادن مشروعیت به چیه؟ دادن مشروعیت و ساختن معنا به خشونت در تو استفادهش در روابط. یه جایی مردیم، یه جایی همجنسگره، یه جایی زنیم ولی فارس، یه جایی شیعه ولی دیوانه، حتی این نمونهش یه جایی کردیم ولی از اون وقت دیگر جنسگراییم. یعنی توی رابطه قربانیم ولی خود ما اصلا متوجه نیستیم که توی رول دیگه. خب و در حقیقت کلکی که این فرهنگ زده برای که منو شریک جرمش بکنه اینی که اگه یه جایی بهم زور میاد، سه جای دیگه این نظام به نفع منه، پس من باید نگرش دارم. یعنی به نوعی از همه ماها با تقسیم قدرت شریک جرم ساخته. خب که الان اینجا مثلا باز داره نوشتن نوک هرم و من دیگه بحث دارم. الان این هم دو خط دیگه رو بگم که این هم فقط نگاه کنید تمومه. همدستان فرهنگی سلسله مراتبی، ببینید این معنا آفرینی چجوری عمل میکنه. پدر از اون ور که چسبیده به دینش، ببینید رابطهش با خدا چیه. پدر کوچیک، اون بزرگه، این ناتوان، اون تواناست، این بنده است، اون مقتدره، این زیر سلطه است، اون سلطه‌گره. آدم با خودش میگه خب این چقدر باید مرد چیزی باشه، بدبختی باشه خودش اینجور، ولی نه، حسنش چیه؟ همین پدر وقتی خانواده رو بذارین اون ور میشینه جای چی؟ خانواده میشه کوچیک، اون میشه بزرگ، خانواده میشه ناتوان، اون میشه توانا. خب و این نظام در حقیقت به نظر من سلسله مراتبیه. من میگم مثلا دین، رفتارهای اجتماعی اینا نیست، این ساختار درونیه که اگه تغییر بکنه با حفظ خیلی خصوصیات
و فرهنگی میشه به یه رابطه انسانی تر رسید. خیلی ممنون. تبریک.